5 فیلم که باورهامون رو به چالش میکشن و باعث میشن بیشتر فکر کنیم. البته که فیلم های جذابی هم هستن. اسم میکنم برای این برنامه یه موسیقی مثل این. آره این باید زیر صدا پخش بشه. سلام، احسان منصوری هستم. بیاین تو این چند دقیقه این برنامه هر تصور و هر اصولی که داریم و فکر میکنیم طبق اون اصول دنیا داره کار میکنه رو بذاریم کنار و از دریچه سینما یه جور دیگه به قضایا نگاه کنیم. قرار نیست ایده هایی که تو این فیلم ها میبینیم درست باشن و قراره به واسطه اونها بیشتر فکر کنیم. اگه هنوز به این خانواده نپیوستی سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، با هم دیگه حال کنیم با سینما. فیلم شماره 5، ماتریکس. ژانر اکشن علمی تخیلی. کارگردان واچوفسکی ها. زمین تقریبا نابود شده است و به تسخیر هوش مصنوعی در اومده. اون چیز قشنگی که ما به عنوان جهان داریم میبینیم ساخته ذهنه و بشر اسیر یک زندگی در ماتریکسه. حالا این دنیا نیاز به یه منجی داره، منجی که حتی خودش هم نمیدونه کیه و قراره چیکار بکنه. سعادت در جهالته. شاید خیلی ها این ایدئولوژی رو انتخاب بکنن، اما هر جوری از هر طرفی که نگاش بکنی انتخاب جذابی نیست. فیلم از چند جهت قابل توجهه. حرف و ایدئولوژی خاص و جذابی که پشت داستانه و دو، نوع ساختش، جنس اکشنش و تأثیری که روی آثار علمی تخیلی بعد از خودش گذاشت. سه تا ماتریکس تا حالا ساخته شده و اومده بیرون، امسال قراره چهارمی بیاد. پس اگه ندیدیش این سه تا رو ببین و خودت آماده کن برای نسخه چهارم که خیلی هم باید هیجان انگیز باشه. فیلم شماره 4، نمایش ترومن. What if everyone you knew was pretending? Hi honey, look what I got at the checkout. کمدی روانشناختی، درام، کارگردان پیتر ویه. Yeah! Good morning. Good morning. زندگی ترومن بدون اینکه خودش بدونه یه برنامه تلویزیونی 24 ساعته برای مردم دنیا است. یعنی همه دارن زندگیشو میبینن لحظه به لحظه. قصه از اونجایی دوچار چالش میشه که ترومن به اتفاقات پیرامونش و آدمهای اطرافش مشکوک میشه. جالبه، خیلی سال پیش توهم این رو داشتم که همه آدمهای اطرافم بازیگرن و دارن نقش بازی میکنن برای اینکه من این دنیا رو باور بکنم. میدونم خیلی خودم جدی میگرفتم، اما فکر میکردم هر لحظه که از اتاق میرم بیرون همه خشک میشن چون دیگه کاری ندارن برای انجام دادن. راستشو بخوای هنوزم یه درصدی رو براش قائلم. اگه واقعا اینجوری لطفاً یکیتون بهم بگه. نمیدونم چند تاتون مثل من از این توهم ها دارید. از دو جهت میشه به نمایش ترومن نگاه کرد و مهم دونستش. یک، مقوله پذیرش اسارت ماست، اینکه قوانین پیرامون رو بپذیریم حتی اگر درست نباشن. نخواهیم هیچ وقت بیدار بشیم، نخواهیم هیچ وقت از اون در رد بشیم یا انتخاب کنی از اون در عبور کنی، بازیچه نمونیم و دنیای دروغین رو بزنیم کنار. و دوم اینه که اگه واقعا هممون اینجوری فکر کنیم که دوربین گذاشتن تمام مردم دنیا یا یک شخصی مثل خدا لحظه به لحظه زندگیمون رو داره ثبت میکنه، همین آدمی میشیم که الان هستیم، همین کارهایی رو میکنیم که الان توی خلوتمون میکنیم. The Truman Show. Watch what happens. فیلم شماره 3، بهار تابستان، پاییز زمستان و بهار. کارگردان کیم کیدوک. پسر بچه‌ای که تحت نظارت یک استاد توی یک صومعه‌ای توی یک فضای خاصی در حال رشده، حالا در دوران جوانی با دختری زیبا روبرو میشه. ورود این دختر به صومعه برای درمان روند زندگی پسر رو تغییر میده. حالا باید بین عاشقی و پایبندی به اصول عرفانی یکی رو انتخاب بکنه. این فیلم یک تجربه عمیق، آرامش بخش و پرمفهوم به وسیله سینماست. اصولاً فیلم های کیم کیدوک پر دیالوگ نیستن،
اما حرف زیاد دارن برای گفتن. تصاویر لانگشات انقدر زیبان دگرگون کنندن که توصیه میکنم توی بزرگترین نمایشگری که دم دستتونه این فیلم رو ببینید. بهار تابستان، پاییز زمستان و دوباره بهار، یه سیکل تکرار شونده است، یه حرکت دایره وار که داستان فیلم هم حول محور همین مفهوم میچرخه. فیلم شماره 2، روز موشخورما، ژانر کمدی، کارگردان هارولد رامیس. یه گزارشگر عبوس هواشناسی شب میخوابه، صبح بیدار میشه، گزارش روز موشخورما رو تهیه میکنه، روز رو سپری میکنه، شب میخوابه، صبح بیدار میشه، دوباره میبینه روز موشخورما و همه یه اتفاقات اون روز تکرار میشن. میخوابه، بیدار میشه، دوباره تکرار میشه. حالا این آدم گرفتار یک لوب و یک تکرار شده، هر روزش داره تکرار میشه. این فیلم توی این لیست نسبتاً یک اثر سطحی رو که حرفش خیلی مشخص و روه محسوب میشه، اما چون حال خوب کنه، پیشنهاد جذابیه، هم منتقدا دوستش داشتن، هم مردم، و هم کم ازش حرف زده میشه در دنیا، گفتم که بیارمش توی لیست، ضرر نداره معرفیش کنم بهتون. فیلم شماره 1، آقای هیچکس یا مستر نوبادی، ژانر علمی تخیلی درام، کارگردان ژاکو وان دورمال. آقای هیچکس یه پیرمرد 118 ساله، آخرین انسان فانی روی زمینه. بقیه همه عمر جاودانه دارن و هیچ وقت نمیمیرن، فرمولشو پیدا کردن. حالا این پیرمرد باید به یاد بیاره زندگیش رو از کودکی تا زمان حال. فیلم عجیبیه، همه چیز رو به چالش میکشه تا یه جور دیگه ای مسائل رو ببینیم، همه چیز رو، علل خصوص زمان رو. زمان خطیه و نمیشه به گذشته برگشت. حالا اگه غیر خطی باشه و بشه برگشت چی؟ اگه جای مهاجرت میموندی تو شهر و کشور خودت، اگه با کس دیگه ای ازدواج میکردی، اگه توی خانواده دیگه ای، توی کشور دیگه ای به دنیا میومدی، زندگی چه شکلی میشد؟ و از کجا معلوم همه این اتفاقات توی زندگی تو نیفتاده؟ از کجا معلوم همه رو تجربه نکردی؟ فیلم پیچیده ایه که با ایده های بی نظیرش دست از گیج کردنت بر نمیداره. فیلمی که باید بیشتر از یک بار دیدش، فیلمی که حتما باید بیشتر از یک بار دیدش. اگه هنوز به این خانواده نپیوستی، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، با هم دیگه حال کنیم با سینما. ممنون از شما که همراه من بودید. فیلم هایی که باعث چالش ذهنی شدن براتون رو، یا فیلمی رو که باعث چالش ذهنی شده براتون رو توی کامنت ها حتما بنویسید. موسیقی باحالی بوده. آره مخلصی، خداحافظ.